به نام خدا. با سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز. شعبان اسلامی هستم، مدرس و نویسنده کتاب هنگ و دنگ. با دوتار شمال خراسان در خدمتتون هستم. از مجموع برنامه‌های تخت سیاه این بار قسمت دیگه ای از نغمه های شمال خراسان رو میخوایم آموزش بدیم و در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برنامه‌های قبلی رو از سینماک تماشا کرده باشید و تمرین‌ها، نرمش‌ها و نغمه‌هایی رو که تا حالا آموزش دادیم رو استفاده کرده باشید و همچنان بیننده ما در سینماک باشید. و اما همونطور که در جلسه قبل ما نرمش‌هایی بهتون دادیم که تمرین بکنید تا دستتون روی پرده های دوتار ژوس بشه، ما این بار از خواهرمون دعوت کردیم که رو صحنه بیان. خب جلسات قبلی رو بودن و صحبت هایی رو کردیم شنیدن، تمرین رو انجام دادن. امیدوارم که حالا به مرحله اجرا رسیده باشن. خب لازم به توضیحه که معمولا برای نواختن ساز دوتار بهتره که از یه صندلی مناسب استفاده بشه و حتما پایه رو بر زیر پایی که داریم پنجه می نوازیم، حالا اگر راست دست باشیم زیر پای راست و اگر چپ دست باشیم باز برعکس میتونیم بذاریم که حالت گرفتن ساز حفظ بشه، وگرنه احتمال داره که سر بخوره و کارو سخت بکنه. لذا ما این پایه رو برای این کار در نظر گرفتیم که خب قطعا تو کیفیت ساز زدن و نشستنمون هم تاثیر میذاره. خب بریم سراغ نرمش هایی که از این هنرجوی عزیزمون درخواست میکنیم که یک بار دیگر نحوه ساز گرفتن رو اول بگیرید، ببینیم که تمرین‌های گذشته رو به چه صورت انجام دادید. بله مجدد دستتون بیاید پایین. شبیه حداقل 100 بار ازتون خواهش کردم این کار انجام بدید. این خیلی بهتون کمک میکنه، یعنی سرعت یادگیری و نواختن ساز رو بهتون براتون افزایش میده. خیلی خوبه. حالا بریم قسمت نرمشایی که ما جلسه قبل گفته بودیم. از ابتدا آزاد، 1 3 آزاد، 1 3. خب هیچ عجله ای ما نداریم، فقط ما میخواییم که ژوس بشه دستمون. بعدیش 1 3 5. خب نکته ای که هست، باید این شستتون حتما باش همراهی بکنه و این قسمت هم حتما تکیه باشه به زیر دسته دوتار. خب مجدد اینو تکرار بکنید. 1 وسط. بله میزان بعدی 3 5 7. بله بعدی 5 7 8. بعدی 7 8 10. و اما خط آخر یا میزان آخر یه مدام مهمتر است. 8 نه از 8 شروع کنید. 8 10. حالا اینجا 11مون دیگه شده کوچک. ما معمولا پرده 11 رو انگشت وسط نمیگیریم، معمولا از انگشت کوچک استفاده میکنیم. من مجدد یه بار اینو براتون بنوازم تا انگشت گذاری رو دقیق ببینید. ببینید 8 10. حالا دو تا انگشت با هم، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما پرده 11 در اصل نداریم، خاطر اینکه کاربرد در شمال خراسان نداره. لذا دو تا انگشت رو با هم می‌ذاریم. فاصله پرده رو اگه دقت بکنید نسبت به سایر پرده‌ها بیشتر هستن. پس بفرمایید. خب حالا این حالت رو باید حفظ بکنید. یعنی انگشت کوچک، انگشت انگشتری، انگشت وسط و سینگیر همه رو باید بگیرید. نشد. دوباره. باید اینقدر این درش انجام بدید تا زمانی که خوبه؟ ببینم دوتارتون رو باید ببخشید یه مقداری به این حالت عمود بگیرید. خب با وسط. حالا دوتا انگشت، نه اینو تکون ندید، این ثابت باشه اینجا. حالا انگشت دیگه رو بزنید. شستتون هم بیاین بالا، روبروی رو ده، نه بیاین بالا، بیاین بالا یه مقداری. آها خب حالا دوباره. بله همونطور که از کنم به ظاهر ساده است، ولی خیلی باید تمرین بکنید تا وقتی که کاملا ژوس بشه. خب حالا ردیف بعدی همین حرکت رو ما مخالفش رو میریم. 11 10 8.
شستتون بالاتر. حتما باید این قسمت، من کاملا توی تصویر نشون بدم، ببینید حتما باید این قسمت دست بالاتر قرار بگیره. به این دلیل اگه پایین باشه دیگه شما سیم بالا رو نمیتونی بگیرید. به این صورت 11 10 8. شست انگشت وسطم لطفا بذارید، کوچیکم بذارید، با هم باید باشه. آها خوبه، بفرمایید. بله، بعدی 10 کوچک 8 وسط 7 وسط. ضربه اولمون همیشه 10 هست. هنوزم این ایرادی هست که شما وقتی انگشت کوچک رو میگیرید بقیه انگشتاتون باز میشن. این ایراد حتما تو تمرین ها رو برطرف بکنید. بفرمایید. خب حالا انگشت انگشتری روی پرده 8 7 5. بله، بعدی 7 کوچک 5 وسط. سه. بله، بعدی 5 3 1. خب ببینید حالت دست رو، حالت دستتون خوب نبود، مجدد همه انگشت رو بذارید. باید این روبروی انگشت وسط رو پرده 3 باشه. آها، این حالت دسته رو هنوز دو سه جلسه اول هست، خیلی باید تمرین بشه تا وقتی که روست بشه. پس بزنید. آها بله، بیاییم بالا. 1 با انگشت وسط. بفرمایید دوباره مجدد تکرار بکنید. هیچ ایرادی نداره، نرمشایی هست. ما برگا رو در اختیارتون میذاریم یا جزوه‌ای رو در اختیارتون میذاریم، میتونید از سینما تهیه بکنید و این کارا رو بیشتر تمرین بکنید. و قسمت پایانی، خط میزان آخر، 3 کوچک 3 1 آزاد. بله، سپاسگزارم از شما، خیلی خوب اجرا کردید. البته همونطور که باید درسون برسونم، چون جلسات اول هست طبیعیه که شما یه مقدار دستات اون توانایی لازم رو نداشته باشه، ولی با تمرین و ممارست بیشتر قطعا شما میتونید در جلسات بعد این نرمش ها رو به زیبایی انجام بدید. خب آهنگ قبلی رو که کار کردیم اسمش دو قرصه بود، اونو اگه آمادگی دارید برای ما به صورت حفظی بزنید، چون ملاک حفظ کردن آهنگ هست. ما اگر بخوایم آهنگ رو فقط از روی نوت اجرا بکنیم نصف کار رو انجام دادیم، ولی و زمانی که شما یه هفته 10 روز فرصت دارید تا اینو حفظ بکنید، خب اون موقع میتونیم بگیم که ما یک قطعه رو به ذهن سپردیم و داریم اجرا میکنیم. آهنگ قبلی رو میخوایم بفرمایید اگر حفظی دیگه نیاز به چیز نیست. مرحله اول. بله، مرحله اول تو خوب بود؟ هر مرحله یه بار اجرا بکنید برای تمرین. مرحله دوم. خب یه اشکالی هست، اولا دستاتون رو قشنگ بگیرید، دوما انگشتای کوچک و خب حالا بزنید. نه، 5 1 3 1. خوبه؟ کاملا درسته. مرحله سوم شد. ایرادی که من دارم ازتون میتونم بگیرم شستتونه که باهاش همراهی نمیکنه. آره، اینو باید بیشتر دقت بکنه. همه هنرجوها در جلسات اول به همین صورت هستن، ولی با تذکر ما هی کم کم بهتر میشه. لطفا بفرمایید. نه نه، با سینگیر. ضربه دوم با سینگیر. وسط وسط. بله، بعدی. خب مرحله بعدی، سرعتتون رو بیاره پایین. نش ببینید، شما سرعتی وقتی میری بالا به جای این انگشت از این انگشت استفاده میکنید. باز عجله نکنید. 7 3. ببین این اشتباس دیگه، باید از این استفاده. دوباره این درسته. پس یه لحظه آرامش، مجدد. آها، من اینو ازتون میخوام، آزاد. خب و مرحله آوازی کار که مرحله ای بود، بفرمایید. آزاد. درست بود. میزان بعدیش. خب حالا ببینید کاملا آماده شدید برای اینکه ما وارد آهنگ بعدی بشیم. البته همونطور که گفتم هنوز نیاز به تمرین بیشتری هست، ولی خب چون جلسات اول هست ما این ایرادها رو باید بهتون بگیم، تذکر بدیم تا انشالله برطرف بشه. خب مرحله آوازی رو یه بار دیگه اجرا بکنید، قشنگ انگشتاتون رو بگیرید، راحت بشینید، بفرمایید. اول آزاد. مرحله پایانی رو اجرا. مرحله پایانی. بله،
درسته؟ سه یک دوباره؟ نه ببینید آزاد سه و من یه بار براتون اجرا بکنم دقت بکنید یه چیرادی نداره جلسات اول طبیعیه حالا سه یک بفرمایید بله خیلی هم خوب دوباره خب اجازه بدین نشد دوباره آه. حالا میزان بعدی آزاد و همین زیبایی که شما نواختید قطعا زیباتر هم خواهد شد خب برای اینکه ما بیشتر با آهنگ قبلی آشنا بشیم من مجدد اینو میزنم توضیحات لازم رو میدم که انشالله اشکالاتون برطرف بشه خیلی از اشکالاتی که من توی برنامه دیدم این که شما شستاتون رو معمولا به این صورت میگرفتید و عمود نبود و اینکه انگشتا رو وقتی که میگرفتین مابقی انگشتا باز بودن این یک اشکال خیلی عمده در بین هنرجوهای عزیز هست که خواهش میکنم دقت بکنید تا اینو انشالله برطرف بکنید پس قسمت اول و اما قسمت دوم صحبت کردیم که حتما باید سه تا انگشت در کنار هم قرار بگیره و ضربه اجرا بشه تکرار میکنم مرحله سوم مرحله چهارم یه نهش انجام میدیم روی پرده پنج باز همون حالت رو و مرحله آوازیمون اولین ضربه آزاد ضربه دوم و سوم در اصطلاح محلی بهش میگیم انتقال انتقال دادن از پرده پایین به پرده بالا خب امیدوارم که توضیحاتی که دادیم در مورد پایه‌های دوتار در مورد انگشت‌گذاری‌ها و نرمش‌ها مورد پسندتون باشه و حتما اینا رو تذکرهایی که میدیم شما در نرمش ها و تمرین ها اینا رو انجام بدید تا مشکلتون انشالله برطرف بشه و اما میریم سراغ جلسه جدید که آهنگ رشید خان رو اگه دوستان اسلایدش رو بیارن یکی از آهنگ های بسیار قدیمی که در شمال خراسان هست آهنگ رشید خانه که خب فلسفه تاریخی هم داره در مورد یکی از زمامداران خراسان به نام شجاع الدوله سروده شده و در خراسان اجرا میشه همونطور که ملاحظه میکنید به همین روش من نوت‌ها رو نوشتم و مرحله آ رو من به صورت هجایی اول براتون اجرا میکنم شما با من اجرا بکنید بعدا کتاب رو در اختیارتون میذارم و نوت‌ها رو در اختیارتون میذارم تا بتونید تو خونه بیشتری نرمش رو بکنید خط اول نوشته 3 5 7 5 دقت بکنید ضربه اول 3 ضربه دوم رو 5 7 7 کوچک ولی باید هر سه تا انگشت رو بگیرید اینو ازتون خواهش می‌کنم بیشتر کار بکنید به شرطی که انگشت وسطتون روی 5 باشه شما وقتی 7 رو می‌گیری انگشتا میاد پایین همشون این یه اشکال بزرگیه که باید برطرف بشه 7 5 وسط این شد خط اول اگه بخوام شعرش رو بخونم به صورت هجایی به این صورت در میاد امروز دو رو تا روی کامل بفرمایید امروز دو رو خب ادامهش ز آزاد ددی رفت و برگشت نه دقت بکنید نوشته سه ضربه دوم نوشته آزاد آزاد و رفت و برگشت بردارید آره انگشتتون بردارید آها آزاد بزنید تا اینجا خوبه ادامهش نمیشه چی نوشته 3 5 تا اینجا پس مجدد مرحله میزان دوم اجرا میکنه
سه آزاد، آزاد ددی، اون ددی رو شما باید رفت و برگشت بزنید، آزادشو سه، سه رفت و برگشت آزاد، باز دوباره سه پنج کاملا صحیحه. خب مرحله بعدی، میزان بعدی نمیشه سه پنج هفت، هفت سه لطفا پنج، حالا دو تا هفت رو ما اجرا میکنیم، کاملا درسته. و مرحله ببخشید میزان بعدی نمیشه سه یک آزاد، آزاد به این صورت سه یک دو تا ضربه آزاد، شستتون رو همچنان شما این رعایت نمی کنید، باید حتما رعایت بکنید. سه یه این شستتون رو دقت بکنید، ما شستمون اصلا جا به جا نمی کنیم، این خیلی مهمه. آها حالا درست شد. خب من مرحله کامل با شعر و شجرا می کنم. ببینید امروز دو روزه گلم، فردا سه روزه یار، و همین صورت. خب ببینید میتونید از روی نوت نگاه بکنید، فعلا نیاز نیست که حفظ بکنید. سه پنج هفت پنج. خب میزان اولتون درسته، میزان دوم سه آزاد سه پنج. میزان بعدی سه پنج هفت هفت. و میزان آخر، نه میزان آخر دقت بکنید، نوشته سه یک آزاد، آزاد کاملا درسته. یه نکته ای که باید خدمتون عرض بکنم اینی که ما در مرحله مقدماتی خیلی از آهنگا رو به صورت ساده نوشتیم. دوستان عزیز توجه داشته باشن که وقتی یه هنرمند میخواد به صورت حرفه‌ای اجرا بکنه، هم مترونومشون میبره بالا و هم ریزیکاریایی درش استفاده میکنه که قابل شنیدن باشه و مورد ذوق و اجرای زیبایی داشته باشه که تا شنونده لذت ببره. اما برای یادگیری در مرحله اول ما ناگزیریم که یه مقدار این قطعات رو ساده تر اجرا بکنیم تا شما فعلا آشنا بشید و به مرور که دستاتون روستر شد و روان شد، انشالله باز ما میتونیم تکنیکای بیشتری رو در این آهنگا استفاده بکنیم. خب این مرحله اول هست که خدمتون انجام دادیم. حالا مرحله دوم اگه دقت بکنید دقیقا شبیه همین مرحله اول هست. خب کاملا شبیه مرحله اول هست، فقط ما به جای ضربه اول و دوممون که سه پنج هست ما استفاده نمی کنیم، آزاد اجرا می کنیم، یعنی پرده سه و پرده پنج رو نمی گیریم. آزاد آزاد هفت پنج، چون ضربه سوممون که میخوام اجرا بکنیم روی هفت هست، باید باید انگوشتامون روی هفت آماده باشه. لطفا آماده باشه ولی نگیرید. خب ضربه اول آزاد، دوم آزاد، حالا هفت پنج. اگه ملاحظه بکنیم بقیه ی میزان ها شبیه میزان مرحله اول هست. خط دوم سه آزاد سه پنج. خب حالا میتونیم با سیمگیر بگیرید، سیمگیر رو سه، نه نه با سه نشد. میزان سوم سه پنج ده دی سه، آها هفت هم. بله میزان آخر، آه خیلی خوب شد، خیلی راه افتادین، همینه. یعنی با یه مقدار تمرین قطعا هنرجوی عزیز هر جای کشور که باشن میتونن با این نوتای ما دوتا رو یاد بگیرید. آوازش هم که تو کتاب هست میتونین بخونین. من آوازش رو حتی میتونیم از مرحله بی هم شروع بکنیم، یعنی دوتا ضربه اول رو آزاد بزنیم به این صورت، بعد شروع بکنیم. من کاملش رو میزنم. امروز دو روزه گلم، فردا سه روزه یارم نیومد، گلم دلم میسوزه یار. خب حالا ما میریم قسمت پایانی این آهنگ که مرحله سوم هست. از دوستان خواهش میکنم که سلاید بعدی، بله مرحله سی آهنگ رشید خان. خب سه یک، اگه دقت بکنید مشابه آهنگ دو قرصه مرحله اولش بود. پس بفرمایید.
همچنان شستتون بایش در حرکته، اینو من تذکر میدم، عذرخواهم، ببخشید اصلاح نشد. آها خوب، خط دوم اگه دقت بکنید باز مشابه همون آهنگ قبلی است با یه تفاوت کوچیک. 5-1-1-1 انگشت کوچک همه رو بگیرید، همه رو بگیرید. آها ببینید به این صورت. دوستان عزیز توجه داشته باشن، باید ضربه‌ای که میزنید هر سه تا انگشت باشه. مجدد بزنید، آزاد زدید، آزاد ندارید. 5-1-1-1-1-1 خوبه. میزان بعدی آزاد، 3-1 آزاد، به این صورت آزاد، 3-1 آزاد. نه ببینید سه تنهاست، دقت بکنید، آزاد رفت و برگشت رو سه، انتقال نداریم. بفرمایید. 1 و آزاد. خیلی عالی بود. و میزان آخر دو تا آزاد. دقت بکنید اول چی میشه؟ 3-1 بعد دو تا آزاد. بله خب من به صورت هجایی آواز رو اجرا میکنم. های های رشید خان سردار کل لقوچان، های های رشید خان سردار کل لقوچان. خب بفرمایید یه بار دیگه همین مرحله رو. 3-1-3-1 خوبه. خط میزان بعدی 5-1-1-1 بله. میزان بعدی بله. آها خیلی خوب بود. همین که رو صحنه دارین حفظ میکنید و اجرا میکنید نشون میده که اگه در منزل هم چند روزی براش وقت بذارید قطعا میتونین موفق باشید. خب دوستان عزیز امیدوارم که از آموزش آهنگ رشید خان در این جلسه لذت برده باشید. من در پایان طبق روال مجموعه برنامه‌های تخت سیاه قطعه کامل این آهنگ رو براتون با مترونوم واقعی اجرا می‌کنم تا ضمن اینکه گوش می‌کنید بتونید از روی نوت به زیبایی این آهنگ رو بنوازید و برای ما حتما در سینماک ویدیو و سوالاتتون رو مطرح بکنید تا ما با افتخار پاسخگوی شما باشیم و امیدوارم که در هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید از ساز زدن لذت ببرید. تا جلسه بعد و آهنگ بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. فردا سه روزه یار، امروز دو روزه لیلا، فردا سه روزه یار، یارم نیومد گلم دلم میسوزه یار. های های رشید خان سردار کل قوچان، های های رشید خان سردار کل قوچان.
آی رفتی نگفتی گلم یه یاری دارم، یار رفتی نگفتی لیلو یه یاری دارم، یار در شهر قربت لیلو دلداری دارم، یار های های رشید خان، های های رشید خان سردار کل قوچان، های های رشید خان سردار کل قوچان. خب در سینماک میبینمتون انشالله با ویدیوهایی که برامون ارسال میکنید، ما رو همراهی بفرمایید.